بیننده های عزیز و گرامی چینل یوتیوب بدخشان لایف یا زندگی بدخشان، به دوام به ادامه گزارش هایی که از ولسوالی بهارک وردوج گرفتیم، آمدیم به موقعیت تفریحی ولسوالی وردوج، آبشار وردوج. آبشار وردوج که رسانه ها هم از این تصویر گزارش گرفتن نشر شده و اینجا امنیتش تأمین هست، تأمین شده و بسیار مردمان زیادی به تفریح و سیاحت می آیند و این آبشار یکی از آبشارهای دیدنی افغانستان بخصوص بدخشان هست که از بس بلند هست که نمیشه تخمین کرد، شاید در حدود 50-60 متر یا بالاتر ارتفاع داشته باشه که آب از بالا به رنگ سفید، به رنگ شیر و پایین سرازیر میشه. ما پایین آبشار هم می رویم که تعداد هموطنان ما به خاطر سیاحت اینجا آمدن، خیمه ها دیده میشه. ما از این بلندی گرفتیم تا نمای اصلی و دیدنی آبشار را ببینیم و بعد می رویم پایین ببینیم هموطنان ما چه گفتنی های خواهند داشت در مورد آبشار، چرا به سیل آبشار آمدن و در سالهای گذشته می آمدن یا خیر. همه را در همین گزارش با تصاویر زیبا و دیدنی آبشار وردوج از بدخشان تقدیم می‌کنم. دیدن و سیل آبشار ولسوالی وردوج. آبشار ولسوالی وردوج که درست در عقب بک‌گراند تصویر ما قرار داره، یک از آبشارهای دیدنی ولایت بدخشان و افغانستان هست که تصاویرش در رسانه ها هم نشر شده و شما هموطنان گرامی دیدید. امروز آمدیم از نزدیک آبشار را به تصویر بکشیم، گفتنه های هموطنانمون را که اینجا به میله و سیاحت آمدند و هر روز می آیند، با خصوص امسال بیشتر شده، تقدیمتان بکنیم که چه گفتنی هایی دارن و چی باعث شده که به دیدن آبشار دیدنی وردوج آمدن. ولسوالی وردوج یکی از ولسوالی های ولایت بدخشان هست که جای بسیار پر از کوبند هست، جای دیدنی هست، طبیعت زیبایی داره و ییلاق هست، سرد است. امروز ما آمدیم، روز جمعه هم است، هوا بارانی و بهاری است اما هنوز سرد است. ما واقعا امروز سرد خوردیم و هموطنان هم که میبینیم گفتن که امروز خیلی هوا سرد شده. ما پایین آبشار هم میرویم، گفتنی های هموطنانمون را که از دیگر ولایات هم اینجا آمدن به تفریح، از ولایت های جلال ننگرهار، شهر زیبای جلال آباد و حتی از هرات هم آمدن، امسال گفتنی هاشان را اگر گپ زدن امرامان صحبت کردن تقدیمتان میکنیم. با ما باشید در همین گزارش با تصاویر دیدنی و طبیعت زیبای ولسوالی وردوج و آبشار دیدنی ولسوالی وردوج. بیننده های عزیز، اینجا کسایی که به سیل و سیاحت میان، فامیلی هم میان، امنیت تامین است، شکر. میشه نامتون بگیم برادر؟ احمد جواد عالمی، باشنده شهر فیض آباد. امروز با استفاده از رخصتی امروز آمدیم به دیدار آبشار وردوج. در گذشته آمده بودین؟ نه، اولین بار بود که آمدیم. اولین بار بود. چی تیافتین آبشار؟ آبشار خوب، خوب ساحه و فضا و امروز خوشبختانه هوا بسیار سلقین و بارانی است، اما از اینکه امنیت و آرامی است ما تانستیم که بجوی موست میکردیم که بیاییم اینجا، اما فضل الله پروردگار آرامی و آسودگی بیخی فضای دلنشین تفریح اومده. ما در پایین آبشار دیدیم برادرها حتی از ولایات هرات هم اینجا به تفریح اومدن. برادرها از ولایات هرات، قندهار، جلال آباد دیدیم پایان آمدن، راست کردن بیله کده رایستن و بسیار فضای دلنشین و خوش میشه آدم که میبینه وطن و مردم وطنش، ملتش که خوش میبینه شاد میشه. خدای ناخواسته که خفگی باشه هم اگه خفگی باشه. فامیلی آمده؟ فامیلی آمده. ما کار راست کردیم که یک دک کنم، توقع کنم شما را مهمانی ما باشین. سلامت و خیر باشین. ما تصمیم داریم که پایین آبشار هم بریم، از کسایی که اینجا
آمدن شب نشستن بپرسیم که هوا چی تو بود. هوا سرد است اما ما شما دنبال سردی میرویم دیگه در فصل تابستان. بله. به نظرت می آبشار چند متر بلند باشه؟ تقریبا دقیقا 60 متر شاید 70 متر باشه. اینجا یک نمای خوب هم داره است؟ اینجا نمای خوب داره و ما حواس کردیم که دیگه بار باید اینجا بیاییم شبا را بگذرانیم دیگه بینیم چی رقم میشه توکل بر راه کدام ممانیت؟ نه هیچ ممانیت، نه آرامی یا آسودگی دیگه، فضای دلنشین، مردم خوب دیگه بینیم چی میشه بالاخره. نه رسیدیم. سلام به کارتان. سلامت باشید. بفرمایید. صحبت های یکی از برادرایی که همراه فامیل اینجا آمدن به سیاحت آمدن به تفریح و سیل آمدن شنیدید. ما پایین آبشار میریم، گفتنی های هموطنانمون را که از دیگر ولایات آمدن تقدیمتون میکنیم که فضا و طبیعت وردوج به خصوص ساحه آبشار را چگونه یافتند. واقعا آبشار یک نمای بسیار زیبایی داره عقب بک‌گراند تصویری ما. اینجا پایین آبشار ولسوالی وردوج بدخشان هست، واقعا جای دیدنی، جای سیاحتی. و بر اسم من نویدالله. نویدالله چند ساله هستین؟ 18 ساله. 18 ساله. خب دمی طول عمرتان که 18 سال شده، خب یک 5-6 سال شده او طرف میگذاریم شاید خرد بوده نه؟ یاد میتین که رفت آمد مردم اینجا زیاد بود کم بود این سال چطور؟ نه وقتی انقلاب بود اینجا کس نمیومد. خب همین سال که امارت اسلامی که گرفته ولی مردم رفت آمد زیاد شده اینجا. امنیت تامین شده. امنیت تامین شده. اینجا بود من زده خرد بود. زده خرد بود. خب اینجا می فکرت بود که اما اینجا بله طرز کسی اومدن نمیتونست نه؟ ولی رفت آمد فامیلی هم میان ها؟ فامیلی زیاد میان. از امارت اسلامی ما میخواییم که همینجا را جور کنه چقدر و ملت هم خوب بود کارو باری شود اینجا. یعنی اوتال و ایتو گپا جو اوتال بارا جو. خب جای تفریحی و سیاحتی است. جوان هم گفتن، کسایی که با ما صحبت هم کردن حرف و کلامشانی بود که اینجا یکی از اوتال جور شود، جاهای جور شود که مردم بتونن بود و باش کنن، شب بشینن، از طبیعت و گوارای اینجا لذت ببرن. خب اونجا چند پایه دیده میشه؟ میشه بگین اونجا چی هست؟ چهار پایه بود. اونجا دویش ها جور کده بود جرخ ها بالای از اون را اونچدار کرده بود. بالاخره که باز به جا کسی رفت اومد نکه اونچدار را مردم کند و خواهد دیگر سلات شد. بله. بیننده عزیز قسمی جوان گفتن اونجا پایه هاش هست اما متاسفانه اونچدار هاش خب شمال یا مرور زمان از بین برده. اینجا ظاهرشاه شاه سابق افغانستان که بیشتر از تقریبا 40 سال در حکومت حکم روایی کرده بدخشان، جای در دیگر ولسوالی هم جای های تفریگاه جور کرده می آمده و سیل سیاحت شکار اینجا حتما به شکار می آمده دیگر. اینجا خواه می آمد سیل جاگاه اینجا تفریه می کرد و باز اکسی اینجا چون از ایوانات وحشی هم چیزی هست؟ کپ، آهو، ایتی کپا نداره؟ هست کم اتا می خواه زیاد هنم نیست. خواه شکار هست؟ شکار هست و فعلا حالی من هست. خواه شکار من هست. اگر ما بخواییم آهو شکار کنیم یا آهو پیدا میشه؟ خواه در جا کنه میشه باز مرگونه باتر بره. برنج گنج میاسر نمیشه دیگه؟ بله. خب فعلا خود فامیلا هم میآیند اینجا به سیل و سیاحت همه روزه میان یا جمعه میآیند چطور؟ ها همه روزه هستن. همه روزه میان ها. خود جا کسایی که شب بشینن جای هست که شب بشن؟ خیلی نیست یعنی در کجا بشینن؟ حتما خیمه میارن. نه خیمه بیارن و بشینن. دیک کسا و این کپی؟ هر چی بیارن مجبورن شب بشینن. این دریاچه ای که از این آبشار میاد پایین ماهی گپا ندارد؟ خد داره و کمتم با اندازه زیاد بگی نداره. از اون بلندی ماهی در پایین زنده میمونه؟ نه ای آبشار بالاش نداره. همین پایانش داره. آبشار پایین داره. حتما از پایین بالا میاد میره. اجا بالاش نه نمیتونه. بسیار بی آبشار از کجا سرچشمه میگیره؟ کدام کجا؟ از چیز از تاجگل. مربوطی کدام ولسوالی؟ مربوطی همین ولسوالی وردوج است. این سرچشمه تاجگل میگن که مثلا پریاخسه او هم رو بلا میشه سرچشمه هم داره. اینه پشت زیباق. از پشت زیباق سرچشمه هست. یعنی مسیر شاید از اینجا یک چند ساعت دور باشه یک روز؟ اگم دو روز. دو روز آن.
پیاده ات من پیاده راه موتر نیست نه خموتر اینا بینندوی عزیز سرچشمه آبشار هم گیر کردیم که تقریبا ولسوالی آخر ولسوالی وردوج و نزدیک ولسوالی زیبا که از پریاخوا پریاس همون یخهای کهن و سابقی که حتی آب نمیشه بالا در بالا یخ میشه از اونها سرچشمه میگرده واقعا آب گوارا و صافی هست بله یا بسیار خوب خب گفتنی و پیامی دارین؟ تشکر زیاد سلامت باشه یک پیامی جوانی بود که امارت اسلامی بتونه اینجا اوتلچه ها خرد خرد اوتل و جاهای بود و باش شروع کنه تا مردم به سهولت اینجا سیاحت بیان هم درآمد میشه به مردم منطقه و محل و هم مردم لذت میبرن سلامت باشه کسانی که مردها هستن اینجا و سیاحت میان فامیلا هم میان کلیپاشون تقدیمتان شد امنیتش خوب هواش گوارا و خوشگوار آبش هم مثل شیر سفید ما که بیخی ترسیدیم روی خدا ششتیم امرای یا باد میشه و تشکر میکنم از شما که تا این دم با ما بودید با تصاویر و کلیپ های آبشار ولسوالی وردوج و تشکر از همکارم فرشید خموش که در بخش فیلمبرداری با ما همراه بودند.